توی صحیفش، صحیفه امام یه چیزی گفته، من هر دفعه میخونم اینو میگم یا من از مریخ اومدم یا باز من از مریخ اومدم. ما مسئولینمون لابد دارن میفهمن. میگه هر کس در حکومت جمهوری اسلامی در حوزه کاری خودش حوزه مسئولیتش و همه ما چیم؟ مسئولیم. کلکم را کلکم مسئولن از رئیه. غیر اینه میگه در حوزه مسئولیت خودش اگر نگاه آخر زمانی نداشته باشه خائنه. یعنی آقای وزیر، آقای نماینده مجلس، آقای وکیل، آقای استاد دانشگاه، آقای نظامی، آقای روحانی، تو که میری سر کارت کجای این پازلی؟ آقای دانش آموز کجای این پازلی؟ درس میخونی که چی؟ که چی بشی؟ مهندسی بگیری که چی؟ دکترا بگیری که چی؟ کجای کاری؟ میخوای کیو بیاری؟ کار به جای بسید که من میکنم پرچم عبا عبدالله بیانا پیش بزن ماتیر. میدونی نوه دهی اگه جمعش نمیکردی چی میشد؟ اصلا بحث سیاسی جمهوری اسلامی رو ولش کن بابا. میدونی اگه تو نوه دهی جمعش نمیکردی که آی در روز عزا و حرمت ارباب شکستن علم دار کجه، اگه جمعش نمیکردی که بیچاره بودیم که همین میشد. و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. حالا فهمیدی مسلمان چرا بدبختن تو کشور عربی؟ فهمیدی؟ بگو ببینم بعد از علی اینا خیر دیدن یا ندیدن؟ حکومت برگشت به زمان عثمان؟ روز آقا میاد که بفهمی امام زمان پرادونی، امام زمان رشته تحصیلی نیست، امام زمان زن بچه خونه نیست. زیارت جامعه چی میگی؟ به نفسی و ولدی و مالی و اسرتی، همه چی مالتون، خانوادم، پولم، بچم. اون روزی که بفهمی نداری دو تا کشور تو دنیا فهمیدن که باید کار بکنن تو خودشون، فقط دو تا کشور، هر دوشون هم نگاه آخر رو دارن، ایران اسرائیل. او رفت زمین تشکیل داد که موعودش بیاد. حالا شده؟ اما تو تورات چی نوشته؟ نوشته بی موسا شما به زمین موعود هرگز وارد نخواهید. کلا سر خودت سلیمان سرد خدایی بعد از آقا ابا عبدالله توبه شد، تواب شد. سلیمان سجاد گفت ما حاضریم بیا جنگ رو. اون سجاد قبول کرد؟ نه. گفتن چیکار میکنیم؟ اول میریم حکومت رو این دفعه تشکیل میدیم، تشکیل که دادیم بعد به امام میگیم بیا. درسته؟ همه کار ما داریم میکنیم. ما فهمیدیم که باید این کار رو بکنیم. اونا یه غلطی کردن، اشتباه کردن، مسلمانای اول نفهمیدن. ما فهمیدیم باشه، همه اون آزمونا رو حاضریم بدیم. حاضری هزینه کنی؟ دارم خون دادم 8 سال. میگه او چیزی نیستش که به حکمیت میرسه میریزی فتنه. حالا مونده افراد مستجاب و دعوه، اینا هم الحمدلله یه چیزایی خبرهای هستان و بعدی کنم بیدی بکنم. من چه گناهی کردم پیغمبر بالا سرم نیست، امام بالا سرم نیست؟ نشکو شاکیم بده خواست. بگه من مفوف که نمیدم. یه کوچه بود در شای سرسه گیدش میدادن لامپای سیل برگو میشه، لامپای 500 میدادن میشه، 11 تا لام گذاشته هر داری نیدادن شده دیگه لام نداشته. یه بود 1107 چند سالی که توی تاریکی بودن، بزرگاشون بلند شدن رفتن کرده هیچ دستش بودن، بچه ها اشتباه کردن. این بچه ها دیگه بزرگ شدن، اونی که اون موقع لامپ میشکست الان سربازی داره میره. بزرگ شدن دیره. گفت بچه های جدیدتون چی؟ گفت نه اینا نمیشکن. کلی خواهش و درخواست ریش گره بزرشتن، یه فقه هایی رفتن ریش گره بزرشتن. و ایبی نزده یه لامپ سرد بهتون میدم و پیمتدم لامپ نگاه بتونم لامپ دید کچه کره یه لامپ سرد ببینم چی جوی تامی کنید با این لامپ خیلی برادری که اثبات کردی خدا صحبت اثبات کردی. Thank you.
خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواح الله صدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تحت دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام خدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما توی، صاحب این کشور توی، صاحب این انقلاب توی. مشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. از این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. مال کسیه که از موعود رو میخواد، طلب میکنه، میخواد امام زمان بیاد، نشونه داره. ماها به نظر شما اصلا آزمانش میشیم؟ ما اصلا میخواییم از موعود رو؟ ما اصلا میخواییم مهدی بیاد؟ ما میخواییم به زمان موعود خودمون برسیم؟ من فکر میکنم بیش از این که ما باید صحبت کنیم سر آزمایش ها، باید اول صحبت کنیم که بیاید ببین بعد ما، بعد راجع به آزمایش ها بشینیم صحبت کنیم. ما اصلا به جریان انقلاب رس هستیم یا نیستیم؟ میگه آقا بحرین اون اتفاق افتاد، برای تو چقدر مهمه؟ فلسطین اون اتفاق افتاد، برای تو چقدر مهمه؟ عراق رو زدن، امریکا تظاهرات شده، اروپا این رفت، چقدر مهم بود؟ همه من تو آزمایش هست اینا؟ نه بابا، چرا؟ تو امثال من دنبال رشته تحصیلی داشتای خودشه. من تمام دغدغم امسال کنکوره، من تمام دغدغم امسال رشته ورزشی من که قهرمان المپیک بشم، المپیکی که زهیانیستای دارش میکنن، المپیک زهیان. من تمام دغدغم اینه که شغل خوبی داشتم، زن بچه داشته باشم، صبح بیام محل کار بعد از او برگردم. من چه امتحانی؟ من اینکه اصلا نمیخوام امام زمان بیاد، من اینکه اصلا اونو نمیخوامش، دوستش ندارم، او همش پی کار منه، ما یه لحظه هم پی کار او نیستیم. من چی میگم؟